بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. هزاران سلام و هزاران درود بر همه شما خوبان. عزیزان، موضوع امروزمون موضوع گرم روز هست که چی کسیه که وضعیت ما رو از این وضع فلاکتی که توش هستیم برداره و ببره ما رو برسونه به یک مثلا شهر خوبان، به یک دنیایی که مثلا در خواب و خیال دیگران بود، یعنی دنیای مثالی ها، دنیای خوبان، دنیای رفاه و آسایش، یا ما بشیم حداقل مثل بقیه بشر، مثل بقیه بشری که تو دنیا دارن زندگی میکنن، سرشون تو کله تو لاک خودشون هست و یک زندگی مناسبی رو دارن، از این فقر، از این بدبختی، از این دربدری، از این بیچارگی، از این ظلم، ستم، استبداد، از این بتونیم یک مدتی حداقل نفس راحتی بکشیم. انتخابات بازی روز هست، یه سیرکی راه انداختن به نام انتخابات و در اینجا میبینیم که بله، رقابت دزدان سر گردنه، همه میان میشینن با هم و به اصطلاح به هر حال همه زندگی همدیگه رو آب میدند و از دزدی های همدیگه، از به هر حال همه از خیانت های همدیگه میگند و میبینیم که رقابت بین چه هست؟ بین دزدای سرگردنه، علی آقا و 40 راهزن. دفعه پیش هم همین ماجرا بود، دفعات پیش هم این ماجرا بود، این ماجرا بارها و بارها تکرار شده، اما وقتی اون رسیده که ما یه فکر بکری بکنیم. یه قصه زیبایی رو میخوام براتون تعریف کنم، قصه یکی از مهندسان معروف جهان به نام معمار سنان. معمار سنان یکی از مهندسان نامدار امپراتوری عثمانی بود که بیش از 60 تا مسجد رو بنا کرده و بیش از 60 تا ساختمان دیگه، از جمله به اصطلاح پل‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و و و. این معمار سنان یه وقت سلطان سلیمان قانونی از ایشون خواستند که یک سراهایی داشتند، یک ساختمان‌های قدیمی داشتند که اون ساختمان‌ها رو برداره و از نو بازسازی بکنه، جاشو دوباره یک ساختمان‌ها با طرح‌های جدیدی بذاره. ایشون هم اومدن و شروع به کار کردن، مهندسین و کارگرایی را آوردن و اون ساختمان‌های قدیمی رو برچیدن. بعد از اینکه به اصطلاح زمینه آماده شد، باز یک گروه دیگری را آوردن و ساختمان جدید رو بنا کردن. سلیمان قانونی یه چیزی ملاحظه کرد و اون اینی که اون کارمندایی که برای ویران کردن اون ساختمان قدیمی آورده بود، اونها رو نمی‌دید. در ساختن به اصطلاح ساختمان جدید همه چهره‌های نو بود. از معمار سنان پرسید که حکایت چیست؟ گفتند که پادشاه ها افرادی خوبند برای ویرانی و افرادی هم ساخته شدند برای اصلاح و ساختن. اون کسی که متخصص ویرانی است اون نمیتونه بسازه و من اونهایی که به اصطلاح اومدن و ویران کردن، اونها دیگه قابلیت این رو ندارن که بیان بار دیگه و این ساختمان رو بنا بکنن. یعنی معمار سنان گویا که به من و شما میگه عزیز من، اینهایی که بیش از 4 دهه یک مملکت رو ویران کردن، مملکتی با این همه ثروت‌ها، با این همه نیروهای انسانی، با این همه عقلها و اندیشه‌ها، این رو ویران کردن، اینها دیگه چطور امکان داره که باز بیان برای ساختن این مملکت کاری بتونن بکنن؟ افرادی برای ویرانی هستن و افرادی برای ساختن، اینها افراد ویرانگر هستند. شما هر چه بخواید چهره ها رو عوض بکنید، احمد پوده همونی که بوده، دیگه این میره، اون دیگه هم میاد، سگ زرد هم برادرش رو خورد. حکایت تکراری است. یعنی شما خودتون دیدید در به اصطلاح رقابت انتخاباتی گذشته، همه رقیبان، همه دزدای سر گردنه که به هم دیگه میگفتن دزد. یعنی میگفتن دزد یعنی چی؟ وقتی خاتمی میگفت که
رئیسی یک دزد بزرگ هست و رئیسی از اختلاسات خاتمی و قالیباف میگفت، قالیباف از هر دوتا میگفت و بقیه از بقیه میگفتن، یا اینا همشون راست میگن و واقعا ما در چنگ مجموعی از دزدان و گرگان وحشی افتادیم که واقعیت هم همینه، یا نه دروغ میگفتند. اگر دروغ میگفتند یک انسان دروغگوی مکاری مثل رئیسی چطور میتونه بشه مثلا رئیس قوه قضاییه، یا یک مکاری مثل قالیباف چطور میشه بشه رئیس مجلس، و یک دروغگوی مثل روحانی مثلا چطور میشه رئیس جمهور. پس حکایت یا دروغگوان و دروغگونا لیاقت همچنین مناسبی نداشتند که گرفتن، یا راستگوان و واقعیت هم همینه که به سلام ما به دست دزدان افتادیم. پس باید برگردیم به خودمون، به هویت خودمون. خیلی زیباست که ما اگر بخوایم خودمون رو معرفی کنیم و هویت خودمون رو بشناسیم، یک جمله بسیار زیبایی است که در واقع همون اولین بیانیه امیرالمؤمنین ابوبکر صدیق هست که بعد از اینی که به عنوان ولی امر و به عنوان بسیار نائب و خلیفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از رحلت پیامبر انتخاب شدن، یه جمله گفتن که این در واقع میاد خلاصه علم سیاست شرعی ما رو بسیار مطرح میکنه. بخوایم سیاست شرعی رو بدونیم چیه، همین خطبه حضرت ابوبکر کافیه. ایشون بعد از اینی که انتخاب شدن مردم رو جمع کردند و در میان مردم فرمودند که ایها الناس ولیت علیکم ولست بخیرکم، ای مردمان منو انتخاب کردید، شما انتخاب کردید، من انتخاب شدم، من خودم رو کاندید نکردم، من خودم همچنین مسئولیت کلانی رو هرگز قبول نمی کردم، شما اومدید و منو انتخاب کردید. پس یک مسئول رو ملت انتخاب می کنند و دستو به خیر کن، من بهترین شما نیستم، منو انتخاب کردید. یعنی کسایی که سرا به مسئولیت می رسن اونهایی نیستن که در پیش دارن می دوند ثروت ها و ملی رو حرام میکنند، رشوه و نمیدونم دزدی میکنند تا بتونند انتخاب. ببینید همین انتخابات چقدر هزینه داره. اگر همین هزینه مگه در نهایت چی میشه؟ در نهایت هم همون کسی که مثلا ولی فقیه به خودش اون میاد سر سلطه. آقا میگه که نه انتخابات هست. انتخابات چی؟ این مسخره، این سیرک چی هست؟ این افرادی که انتخاب شدن مجلس خبرگان تاییدشون کرده، اینا کیو هستن؟ اینها همونایی هستن که ولی فقیه انتخاب کرده. یعنی اگر 5 تا 6 تا 7 تا انتخاب میشه، آقا اینها بدترین ها هستن. یعنی اینها هیچ کی اونی نیست که ملت میخوان، همه اونها اونی هستن که رهبر میخوان یا سپاه میخوان. الان سپاه یا رهبر هر کسی از اینا شد براش فرقی نمیکنه. در نهایت هم این چی هست؟ یه مترسکی بیشتر نیست. چه چیزی رو میتونه از این سیستم عوض بکنه؟ این وعده های سر خرمنی که میده کدوم شو میتونه اصلا عمل کنه؟ اصلا در حیطه صلاحیاتش هست که بتونه عمل بکنه؟ یا نه اینها همش برای گول زدن ملت هست، لالایی خوندن برای به خواب انداختن خفتگان. خب حضرت ابوبکر میاد و سیاست شرعی رو وقتی معرفی میکنه ببینیم چی میگه. میفرماید که من انتخاب شدم و بهترین شما نیستم. فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر من کار خوبی کردم در کنار من باشید، کمکم کنید، در پروسه های ساختاری و اصلاح با من همکاری بکنید، من تک تنها کاری ازم بر نمیاد. وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر من کج رفتم منو راست هم کنی. خلیفه است، این ملت این حقو میده، چون این حقو نمیده باباش که نیست که به ملت این حقو بده، این حق ملته. پادشاه بیاد بگه که آقا این شما میبینید الان به اصطلاح رئیس جمهورها پادشاه ها چه منت هایی بر سر ملت میذارن. منت چی؟
وظیفت رو انجام دادی؟ وظیفت انجام دادی، همه دارن وظیفهشون انجام میدن. یه نونوایی وظیفهشو داره انجام میده، کشاورزی وظیفهشو انجام میده، یک رفتگری وظیفهشو انجام میده. دیگه همه نمیرن دستشو باشو ببوزن که چرا خب ماشاءالله وظیفت رو انجام، همه وظیفهشون باید انجام بدن. اما نه، آقا وظیفهشو انجام داده رو ما منت میذاره که من چون این کاری کردم. خب نمیگردی، کی گفت اصلا این مسئولیت رو بودی که گدایی میکردی این مسئولیت رو از ملت؟ الان میبینید مثل گداها افتادن به جون ملت که خواهش و تمنا و دست و پاهاشون رو میبوسن که بیایید به ما رأی بدید، و ملت هم میگه که نه رأی بی رأی. چرا؟ چرا که ملت رسیدن به یک مرحله از رشد. ملت میدونن که رأی دادن و مشارکت در این انتخابات یعنی چی؟ یعنی اینی که آقا شما میایید شاهد زور میشید. این رو در عرف شرعی میگن شهادت زور، یعنی گواهی به نادرستی، گواهی دروغ. که یک انسانی که همه دارن میگن دروغگو هست، مکار هست، حیله‌گر هست، دزد هست، راهزن هست، شما میایید اون رو تاییدش میکنید، یک جلاد رو بهش رأی میدید که فردا بیان خودت و بچه‌هات رو بکشه. تویی که به سراغ وقتی من میبینم یک بلوچی میره مثلا سر انتخابات، یک ترکمنی میره، یک کردی میره، میگم که اینا چه انسانهای پلید و به چه انسانهای به اصطلاح بیشعوری، به چه مرحله از بیشعوریت رسیدن. مگه ندیدی همین دیروز، همین امروز، همین چند روز پیش، همین نیروهای نظامی، همین بسیجی ها، همین به اصطلاح سپاهی ها بچه ها تو رو میکشتند، مردم رو کشتند، این جنایت بزرگی که تو سراوان افتاد، این کربلای سراوان رو مگه ندیدی؟ این خونه ها کجا رفت؟ این کولوبرایی که کشته میشن، این ترکمنایی که تو زندان هستن، این افرادی که توی بهمان کشته شدن، همه این افرادی که تو خیابون ها کشته میشن، این عزیزانی که هنوز در جای جای کشور به اصطلاح حقوقشون رو دریافت نمی کنن. بعد هم چون میگه انتخابات که چی؟ پس اینه که به اصطلاح باید بگی خودم کردم که لعنت بر خودم باش وقتی که میگه اینها همچنین کسایی رو انتخاب میکنه. حضرت ابوبکر میفرمایند ایها الناس ولیت علیکم ولست بخیرکم، منو انتخاب کردن و من بهترین شما نیستم. فاین احسنتو فاعینونی، اگر من کار خوب کردم، پروسه خوب اصلاحی ساختاری داشتم، با من همکاری کنید. و این اسأتو فقویمونی، و اگر اشتباه کردم، لغزش داشتم، کار بدی کردم، منو راستم کنید. راست کردن چطور است؟ جوونک جلوی حضرت عمر بعد خلیفه بعدی انتخاب شد، شمشیر رو شروع کشید، گفت به خدا سوگند اگر از راه قرآن و سنت پیامبر کج رفتی، با این شمشیرامون راستت میکنیم. شمشیر برای چه روزیه؟ آهن برای چه دردی میخوره؟ اگر همچنین وقتی که به اصطلاح انحرافی صورت میگیره نتونی اون رو راستش بکنی. اطیعونی ما اطعت الله فیکم، تنها وقتی که من دارم احکام الله، قوانین و قواعدی که خداوند متعال گذاشته اونها رو اجرا میکنم، از من فرمان برداری بکن. اینه که یک حاکم وکیل ملت هست برای تنفیذ احکام الهی. یک حاکم وکیلی هست که ملت انتخابش میکنه که بیاد بالای سر ملت نظارت بکنه بر اجرای قوانینی که الله متعال گذاشته، نه اینی که از شکمش هر روز یک برای ما یک قانونی بیاره به سبز بشه و به صلاح هر روز یک سازی برقصه. نه، همچین چیزی نیست. خداوند متعال بالا به صلاح مصدر قانون گذاری الله متعال هست. لا اله الا الله، هیچ معبودی جز الله متعال نیست. یعنی همه ما بشر برابریم، همه برادریم، برابریم، همسنگیم، همسانیم. دیگه هیچی که از ما این حق رو نداره که بیاد فرعونی بکنه و بالای سر ما سوار بشه و قوانینی رو از خودش بتراشه، همینطوری که شما میبینید در کشورهایی که به اصطلاح این زرق و برقش رو خیلی از عزیزان ما رو عقلشون رو پرونده. در این کشورها میبینید که بله، امروز یک قانون است، فردا یک قانون دیگه است. چرا؟ چون که اون هیئت حاکمه که اون به اصطلاح که از انتخابات اومدن، و انتخابات یعنی هزینه، هزینه یعنی باید پشت سرش قدرت و زر و زور باشه، پولهای هنگفتی باشه، خب اینا هزینه زیاد کردن، انتخابات آوردن، الان اون مصدر مال یا مصدر قدرت اونه که املا میکنه به اون کسی که به اصطلاح جیر خورش که آوردش تو مجلس که آقا بیایید چون این قانون رو تصویب بکنید. قانون هم که تصویب شد
عمل میشه و مردم مجبورن مثل برده ها باید عملش بکنن. یه انقلابی میشه، یه کسی دیگه میاد، یه قانون دیگری میاره، این قانون قدیم میشه قاچاق و قانون جدید میشه شریعت، و که هر کسی مخالفت کرد بسا گردنش زده میشه. این وضع اونهاست. اما ما نه، فقط اطاعت و فرمانداری از حاکم وقتی هست که اون در مسیر الله را میره. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خداوند متعال میفرماد فرمان برداری کنید از الله، فرمان برداری کنید از رسول الله، و نمیفرمایند و اطیع اولی الامر منکم. اولیای عمومی که از ما هستند یا از الله میرن، این اختلاف وجود اومد، مرجعیت شما و ولی امر میرید جلوی قاضی شرع، کنار هم وای میسید و بر وفق تعالیم قرآن و قوانین الهی شما محاسبه میشید. حق با شما باشه یا با ولی امر باشه، شما و ولی امر در مقابل قانون یکسان هستید. نه این وضعیتی که ما داریم که اگر کسی یک گرم مثلا تریاک باش بگیرند، ببینند که آقا کسی بیچاره ای هست که اومده تو بازار کساد میکنه، بازار سپاه رو، بازار نمیدونم ولی فقیه رو میکشنش، اما مثلا آقازاده ها و نمیدونم از ما بهتران و اونایی که از دماغ فیل افتادن، اونا چی؟ اونا دیگه ملت رو میچاپند، دولت رو میچاپند، سرقت های نجومی، اختلاس، حالا اگر آبروشون رفت گیر افتادند، نمیدونم ملت سر و صدا شد فلان، سوشل میدیا میارن در یک نمایش به اصطلاح یک نشست نمایشی، آقا محاکمه شد، محاکمه شد، بعدش چی؟ اینی که کل ملت رو دزدیده، دولت رو دزدیده، اقتصاد کشور رو فلج کرده، نهایتش میشه چی؟ نهایتش میشه که آقا بیا یک 2 میلیون جریمه بده بعد برو کارت رو ادامه بده. اما ملت دیگه ببینید چقدر اینها مکار و حیله‌گر و تلاش برای چی؟ برای اینی که جامعه رو نفلش بکنن. ببینید اینها راز موفقیت اینها کجاست؟ راز موفقیت اینها در همون قصه ایه که کلیل دمنه آورده از اون شیره و اون گاو صفی. میگن که توی جنگلی 3 تا گاو زندگی میکرد، یه گاو سفید، یه گاو سیاه و یه گاو قهوه‌ای، و یه شیر هم به اون جنگل، به اون بیشه رسید و اینها رو دید. حالا 3 تا گاو قوی غول‌پیکر، زور شیر به اینها نمیرسه. اومد قصه دوستی رو با اینها آغاز کرد، بعد دیگه نشست با گاو سیاه و گاو قهوه‌ای که هم رنگ خودش بود و با اونها باز کرد موضوع. خیلی خودش رو ناراحت نشون داد که آقا وضعیت خیلی خرابه، بحرانی هست، کشور و جنگل در حال ویرانی هست، چیه؟ ما همه در خطر هستیم، اینجا سوریه میشه، اینجا فلان. چی آقا شیره؟ گفتن هیچی، این گاو صفی. الان اگر آمریکا یا اسرائیل بیاد، اگر نمیدونم یک شکارچی بیاد، این گاو صفی تابلوست، از دور دیده میشه که گاو سفیدی تو جنگله. اون وقتی میاد داخل جنگل برای شکار گاو سفید، شما رو هم میبینه، میبینه که به صورت اینجا 3 تا گاو هست، همه تون رو میکشه و میبره. خب آقا شیر، رای حل چیه؟ رای حل با من عزیزان، این گاو سفید چون که شکلش تابلوست، باید این رو اجازه بدید من این رو شرش رو کم کنم. و اونا هم دیدن که واقعا حق با شیر هست، این تابلوست. دیگه چیکار کرد؟ حمله کرد و گاو سفید رو تیکه پاره کرد و خورد. مدتی کیف کرد این شیره، 4 سال ریاست جمهوریش رو طی کرد، بعد از 4 سال باز سر و کلش پیدا شد، باز هم همون حکایت، چون گرسنه شده بود، گرسنه شده که بود، بعد اومد پیش 2 تا گاو دیگه، بعد با اینها و همون به اصطلاح رابطهش صمیمی بود، بعد تو گوشی به گاوه مثلا قهوه‌ای با اون حرف میزد که تو منا هستی پسر عمو جان، چطوری
خیلی دلم واسه تنگ شده، تو هم مثل من قهوه‌ای، من هم مثل شما قهوه‌ای. هر که ما رو ببینه فکر میکنه دو تا شیریم، کسی تصور نمیکنه که شما گاوید. اما عزیز من، مشکل مشکل این وهابی هست، مشکل مشکل این فضل الرحمن کوهی هست، مشکل مشکل این بلوچ هست، مشکل این ترکمن هاست ها، مشکل مشکل کردا و کوله براست ها. اقتصاد کشور رو فلج کردن. چیکار کردن؟ دو تا یخچال این ور اونور به صلاح بردند و آوردن، 4 کیلو برنج این ور اونور بردند و آوردن. اقتصاد کشور فلج شد. اقتصاد کشور برای اون دزدی ها و اون دکل های نفتی که دزدی شده کامل، دکل رو احمدی نژاد با تمام سرمایه خوردهش اصلا وجود نداره، دکل ساخته شده در حساب دولت، هزینهش واریز شده، همه وجود اصلا وجود خارجی نداره. خب چه باید کرد آقا شیره؟ هیچ. اگر شما اجازه بدید همین گاو سیاهه که اگر شکارچی اومد اون رو میبینه و شکارش میکنه بعد تو رو هم میبره و من به صلاح عزادار میشم وقتی پسرم اون کشته بشه، اگر اجازه بدید من همین اون شرش رو کم کنم. راست میگی پسرم، یالا. و عشیره اومد اون رو هم تکه پاره کرد و خوردش. مدتی گذشت، عشقش رو کرد، دوزیوش رو کرد، 4 سالش رو ریاست جمهوریش بود و فلان اعلان. بعد از اون اومد پیش گاوه به سلام قهوه‌ای. گاوه تا دیدش دبخندی زد، پسرامو کجایی دیر وقت ندیم؟ پسرامو زهرمار، که از که شده که شیر با گاو پسرامو بشه؟ تو که منو نیستی. خب یعنی چی منو نیستم؟ تو گاوی، من شیرم و من گرسنم، اومدم که گاوه رو بخورم. و حمله کرد بهش که بخوردش. گفت عزیز جانم اجازه میدی که من بیام آخرین صدام رو بزنم، وصیت آخرام رو بگم؟ گفت وصیت آخرت. بعد دادی زد و بعبعی کرد و مامایی کرد و گفت که در واقع تو امروز منو نمیخوری، تو امروز، تو اون روزی که برادرم گاو سفیده رو خوردی و من اجازه دادم، تو اون روز ما رو خوردی. عزیزان ما داریم الان بهای سکوتمون رو میدیم وقتی که اینها شروع کردن به ظلم، وقتی که اینها جنگ و برادرکشی و انسانکشی رو با کشور همسایه سالیان سال ادامه دادن و ما سکوت کردیم، بردگی رو قبول کرده بودیم. وقتی که اینها ملت‌ها رو تو خیابون می‌کشتن ما سکوت کردیم. هممون دیدیم که قتل‌های زنجیره‌ای چقدر از عزیزان ما، چقدر از علما و اندیشمندان رو اینها کشتن و ما سکوت کردیم و الان داریم میکشن. قتل‌های زنجیره‌ای ادامه‌شون به کشورهای همسایه هم رفته. مسیر قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان که از قم و از تهران مدیریت میشه، در تاجیکستان، در پاکستان، در کشورهای مختلف شما میبینید که عزیزانی، دانشمندانی در عراق چقدر از علما و اندیشمندان رو کشتن، در سوریه، در یمن، همین جلادایی که چرا؟ این بهایی است که من و شما و این امت سکوت انتخاب کردیم. چه رو میدویدیم اما میترسیدیم، حرف نمیزدیم. الان داریم بهایش رو میدیم. عزیزان همیشه ظلم یک حد معینی نداره. اینی که شما فکر کنید آقا درسته ظلم هست، کشت و کشتار هست، فقر هست، بیکاری هست، فلاکت هست، همه چیز هست، اختلاس هست، همه اموال ما رو میدوزن، اما ما هنوز داریم زندگی میکنیم. نه عزیز من، ظلم حد و مرزی نداره. هرچه شما در مقابل ظالم استبدادگر سرت رو پایین تر بگیرین، بیشتر سواری میدی، هزینه بیشتری پرداخت میکنی، کشت و کشتاری بیشتری میشه. ظلم، چون تصور بکنید که فرعون ظالمی بود، ظلمش همون جور ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد تا حدی رسید که بچه های نوزادی که متولد می شدن رو از شکم مادرشون در می آوردن می کشتن. فکر می کنین این ولایت فقیه فرق داره با اونا؟ یعنی فرق این با اون فرعون چه هست؟ رای حل چیه؟ رای حل موسا. پس ما باید فعلا الان به این مرحله باید از رشد و درایت رسیده باشیم که الان که مثلا انتخابات هست باید با مشت فولادین بزنیم تو دهنشون، بگیم که نه آقا، رای بی رای، انتخابات بی انتخابات، ما اصلا شما رو نمیخوایم. شمایی که این همه
کشت و کشتار کردید، این همه خون در این سرزمین ها ریختید، شمایی که مایه این ننگ این تاریخ بشریت شدید، ما شما رو نمیتونیم تحمل بکنیم. آقا مگه میشه؟ اینها میشن هیتلر، کشت و کشتار میکنن، اینها میشن موسولینی، ملت خودشون رو میکشن، برده ها رو از جاهای دیگه میارن اجیر میکنن و جیره خاراشون رو میارن و ملت رو میکشن، همونطوری که شما در آبان ماه دیدید که آوردن از حزب الله لبنان، آوردن از نمیدونم جیره خارای خودشون که از شیعه های مثلا افغانستان و پاکستان بودند، آوردند و ملت رو سرکوب کردند. اما یه جهش بود، یه جهش بود که ادامه باید داشته باشه. اون خونه هایی که ریخته بود، یعنی شمایی که برادرت کشته شده، الان زندگی برای چه معنا داره که بیایی ذلت و خاری رو قبول کنیم؟ باید مسیر رو ادامه بدیم تا به هدف برسیم و همون برگردیم به اون قانونی که حضرت ابوبکر صدیق برای ما گذاشت که در واقع راهکار زندگی واسه ماست. ایها الناس، ای مردمان، مرا انتخاب کردند و من بهترین شما نیستم. در هر جامعه اینطوری است، کسی که انتخاب میشه این دیگه عقل کل نیست، به هر حال زیر چشم اومده انتخاب شده، ویژگی های رو مردم انتخاب کردن و از من اطاعت کنید تا مادامی که خدا خدا هست و اگر معصیت خدا کردم فلا طاعت لی علیکم، هیچ اطاعت و فرمان برداری در نیست. یعنی اینی که ما باید درک بکنیم که هر وقت حاکم راهش رو کج رفت، هر وقت کسایی که به اصطلاح به عنوان مدیر جامعه هستند کج رفتند، باید ما وظیفه ایمانی خودمون رو اجرا بکنیم. الانی که شمایی که میرید به اصطلاح در انتخابات شرکت میکنید، یعنی چی؟ یعنی گواه زور هستید، یعنی شاهد دروغین، یکی از گناهان کبیره رو مرتکب میشید. با ارتکاب این گناه کبیره شما چه کار میکنید؟ شما دارید آخرتت رو به دنیای دیگران میفروشید، به خاطر یک طمعی که به داده، به خاطر یک یا گولت زده با حرفای زرق و برقش، یا نمیدونم طمع به اصطلاح منصبی به داده، یا نمیدونم مالی و ثروتی و نمیدونم نهاری به داده، همه اینها یه چیزی از دنیای پشیز هست که در مقابل آخرتی که از دست میدی با این گناهت هیچی نیست و انسان بیچاره همونی هست که آخرتش رو ویران میکنه برای دنیای دیگران. میگه آقا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ این سوال تغییر آفرینی، چه کسی میتونه جامعه رو تغییر بده؟ این سوالی هست که همیشه در عقل بشر بوده و بشر در پی یافتن راه حلی بودن تا اینی که اسلام اومد و نقطه ها رو روی حروف گذاشت. در مثلا در بین چینی ها یک کنفوشیوس، یک فکر فلسفی اونجا که هنوز هست، مذهب کنفوشیوسی، اینها اومدند و گفتند که بله، تغییر آقا تغییر اخلاقه. اگر ما اومدیم اخلاق افراد رو عوض کردیم، درست کردیم، افراد جامعه رو تشکیل میدن، در نتیجه اخلاق جامعه درست میشه، از همین جامعه پادشاهان و حاکمان انتخاب میشن، در نتیجه اخلاق اونها به اصطلاح درست خواهد بود و وقتی که اونها درست بشن دیگه جامعه درست میشه. کنفوشیوسی ها حکایتشون از تئوری خیلی جالبه ها، اما عملا امکان نیست. شما وقتی که به اصطلاح قدرت جامعه رو در تغییر اخلاقش در نظر میگیرید، قدرت ویرانگر حاکمی که الان بر روی حکم هست در ویرانی اون رو کجا کردید؟ یعنی شما میبینید که آقا جامعه رو باید اصلاح کرد، افراد رو اصلاح میکنیم با چی؟ با اخلاق. خب حاکم ظالمی که قدرتی داره در ویران کردن همین اخلاقی که شما میذارید، با رسانه هاش، با قدرتش، با طمعش، با شمشیرش، اون رو چیکار میکنید؟ اون تأثیرش در ویرانی به مراتب از تأثیر شما در اصلاح بیشتر خواهد بود و اون خونه ای که شما میخواهید ببندید، یک خشت شما میذارید، دو تا خشت رو اون ور میداره، اون خونه هرگز پایان پیدا نمیکنه. و همچنین اینها به تمام بسیار فکرشون رو اخلاق بود، هیچ قوانینی برای مسائل دیگه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی جامعه نداشتن،
یک نصیحت ها و یک و این نصیحت ها هم هیچ پشتیبانی قوتی نداشتند که اونها رو اجرا بکنه. همه ی افراد بشر که همسان نیستند. یکی حرف شما رو میگیره، یکی اصلا با حرف شما دشمنی میکنه. الان اینی که سرپیچی کردی، اینی که دشمنی کردی، اینی که میخواد ویرانی بکنه، اینی که میخواد شیطنت بکنه، این رو میخوای چطور راستش بکنی؟ کنفوشیوسیا موندن به عنوان یک فلسفه بیهوده ای که هیچ به اصطلاح زرق و برق زیبایی خودش رو داره، اما عملا هیچ نتیجه ای رو به اصطلاح به دست ناوردن. یکی دیگه از همین افرادی که به اصطلاح این دغدغه رو داشتن که تغییر رو کی درست میکنه، افلاطون و اونهایی هستن که در مدار افلاطون میچرخن. اینها اومدن گفتن که ما آرزو داریم که طبقه ها به اصطلاح پادشاهان و مسئولین اینها از حکما و عقلا و دانشمندان باشن. حالا که اینها از عقلا و دانشمندا بودند، اینها حق دارند که جامعه رو تغییر کنند، چون که قدرت دست اینهاست، با قدرتشون میتونن به اصطلاح جامعه رو درست کنند. یک نصایح تربیتی اقتصادی رو گذاشتن که حاکم به عنوان به اصطلاح سر هست برای جسد امت و این حاکم میتونه به اصطلاح جامعه رو عوض کنه. اینها تو ذهنشون نبود. خب اگر این حاکم خودش فاسد شد، اگر مل، اگر نمک فاسد شد، هرچی بگندن نمکش میزنن. خب حالا اگر نمک خودش گندید اون وقت چی کار بکنی؟ خب آیا مثلا راهکاری هست که به اصطلاح حاکم رو به اصطلاح رو راست کرد؟ بعدش هم یک بعد به اصطلاح مدیریتی رو داره افلاطون نگاه میکنه. خود همین افلاطون یک نجات پرست عجیبی هست. یعنی نظام طبقاتی رو قبول داره که آقا هیچ فردی از جامعه حق نداره که از طبقه ای که توش هست، همه نجار باید همیشه نجار بمونه، کشاورز کشاورز بمونه، پادشاه هم پادشاه هم. چرا؟ چون که در اونها روح خدایی هست. این مکر و حیله ای که پادشاهان و سیاستمداران گذاشتن، حکومت به اسم الله، که آقا پادشاهان سایه خدایی هست، پادشاهان توشون روح خدایی هست، پادشاهان ولی اولیاء الامور رهبر مسلمان ها و یه جهان هست. پادشاهان چه هستند؟ آقا اینها با امام زمان همکاسه هستند، صبح و شام با امام زمان نهار و شام میخورند، حرفشون رو از با سکان مملکت دست امام زمان هست. همه این حرفایی رو که شما از آخوندای پادشاه پرست، از آخوندای منصب پرست، از مشرکانی که ملت رو به شرک و بردگی میخواستن بکشونن و دارن تلاش میکنن، این حرفا رو میشنوید. اینها افلاطون هم همین نظریات رو داشت. یعنی اینهایی که الان در کشور ما هستن تقریبا همون به اصطلاح قضیه افلاطون رو دارن که برده باید همیشه برده بمونه، زیردست باید همیشه زیردست بمونه و حاکم هست دیگه، امید هست که این حاکم یک چیزی رو به اصطلاح درست بکنه. یعنی افکار جامعه در برای رسیدن به این که آقا و تغییر آفرینی حق کیست، وظیفه کیست، تو این بود. اونهایی که مشکل رو مشکل اقتصادی میدیدند، اونها میگفتند که کسی که میتونه تغییر بده اونهایی هستند که قدرت اقتصادی دارن، تاجران بزرگ یا نمیدونم خانوادهایی که مسئول اقتصاد هستند و اونها. کسایی که مشکل رو مشکل قانون میدونستند گفتند که آقا کسی که این جامعه رو عوض میکنه قانون گذاران هستن. کسایی که اون رو مشکل دینی میدونستن میگفتن که آقا این کسی که مسئولیت اصلاح جامعه رو داره همین ملاها و آخوندها و کشیشا و اینا هستن. اما قضیه یعنی هر یک از اینها خودش رو در یک بعد فلسفی زندان کرده بود. در میدان عملی چی؟ در میدان عملی هیچی که از اینها وجود نداشتن. در میدان عملی انسان بود که سخن میگفت و انسان هم طبایع مختلف داره. یکی انسانی خوبی هست، یکی بده، یکی ظالمه، یکی مظلومه، یکی نمیدونم مستبده، یکی میخواد که اصلاح بشه، یکی اصلا اصلاح به ضرر منافع اون هست. الان شما میگید آقا در فلان جا جنگ میشه. بله جنگ میشه، جنگ خیلی ها ضرر میگیرند، خیلی ها خونه ها ویران میشه، اما خیلی ها از فضای جنگ استفاده میکنن و آرزو دارن که همیشه دنیا تو جنگ باشه.
اونهایی که اسلحه میفروشند، اونهایی که پوتین میفروشند، اونهایی که نمیدونم لباس نظامی میفروشند، اونها اون همه اینها فضاهایی هست که افرادی دارن از یک ویرانی استفاده میبرند. پس باید ملت ها یک کاری بکنند. اینی که آقا کسی بیاد بگه که آقا جان مشکل کجاست؟ مشکل در ملت هاست یا مشکل تو مردمه؟ بعضی ها میگن که آقا ملت مشکل تو حکومت هست، این سران دولت و ملت بر دین بسیار سرانشون، ملت ها بر دین پادشاهانشون هستن. پادشاه خراب بشه ملت خرابه، ملت پادشاه خوب بشه ملت خوب بشه. بعضی ها میگن نه آقا این پادشاهی که هست این اثر گناهان ماست، این پادشاهی که هست این چه هست؟ کما تکون و یولا علیکم، هر طوری که شما باشین همونطوری میاد. خب حالا راه حل چی هست؟ خودمون رو باید عوض کنیم. خب حالا من همینی که بالای کله ماست نمیذاره که ما خودمون عوض کنیم، اونقدر چیکار بکنیم؟ ما میخوایم عوض بشیم، تا یعنی یک نفس طولانی میخوان واسه بسارن که آقا شما عوض بشید تا این نسل بمیره، نسل بعدی که تأثیر پذیرفته بمیره، نسل سوم دیگه درست میشه. یعنی شما هم جزء بسازید و بسوزید. این چیزیه که حاکم مستبد میخواد. اما مثلا حضرت موسی علیه السلام وقتی اومد و حاکم مستبدی مثل فرعون داشت دیگه این حرف رو نزد. اومد و در میدان و فعالیت کرد برای از بین بردن به اصطلاح یک ظالم مستبد. همه این فلسفه های مادی که هست و همه این تصورات مادیگرانی که هست، اینها هیچ حقی به عموم جامعه نمیدن برای تغییر و تحول آفرینی. همش میگن که یک گروه خاصی هستن که میتونن تغییر بیارن و بعضی هاشون همین گروه خاص رو هم بسیار تغییر رو فقط در یک بعد واحدی از جامعه خلاصه میکنن، در حالی که ما نه، ما هویتمون اسلام هست. اسلام یه حرف دیگه میگه. اسلام به ما میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، خداوند سرنوشت هیچ ملت و قومی رو عوض نمیکنه تا خودشون سرنوشت ملت خودشون رو نسازن. یعنی شمایید که تار و پود شخصیت و به اصطلاح آینده خودتون رو میبافید. شما ملت، شما قوم، شما افراد، یعنی همه ما در قبال این تغییر مسئولیم. یعنی اسلام اومد تغییر رو مال همه کرد، مسئولیتش رو گذاشت به دوش تک تک افراد و همچنین تغییر رو شمولی قرار داد. یعنی باید در همه جوانب هر گونه نقصانی که هست و هر گونه عیبی هست باید ساخته بشه. تغییر سیاسی مطلوب هست، تغییر فکر و اندیشه مطلوب هست، تغییر نمیدونم اقتصادی مطلوب هست، تغییر به تعلیم و آموزش مطلوب هست. همه اینهایی که ضرب دیدن و نیاز به اصلاح هست اینها باید ساخته باشن. کی اینها رو میسازه؟ مسئولین. مسئولین که هست شما. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت، تک تک شما مسئولیت و زیردستان و فضای فعالیتی دارید و تک تک شما در مقابل فضای فعالیت خودتون مسئولید. پدر مسئول خانواده است، مسئولیتاش هم مشخصه. مادر مسئول فرزندان و خانه است، مسئولیتاش مشخصه. حتی خادمی که توی خونه هست، این نوکری که تو خونه شما هست، اون هم مسئوله. اون مسئول این است که مال و ثروت و دارایی و خونه به اصطلاح سیدش رو نگهبانی بکنه، به بچه‌هاش برسه، فلان. هر کسی میدان مسئولیتی داره و روز قیامت همه در مقابل این میدان مسئولیت پرسیده میشن. همه افرادی که الان میدونن تو کشور چی میگذره، همه افرادی که میدونن چه بلایی داره بر سر ملت میاد و چه هزینه های هنگفتی رو این ملت پرداخت میکنه و روز به روز این هزینه ها بیشتر و بیشتر خواهد شد. اگر ما به این روز به این به اصطلاح صورت پیش بریم، من به شما قول میدم اینها کاری رو میکنند که چهره فرعون رو سفید میکنند.
یعنی فرعون چیکار کرد؟ اومد بچه ها رو میکشت. الان شما ببینید که وقاحت و استبداد و ظلم و ادعای خدایی کردن به کجا رسیده که بیاد یک حاکم مستبد فرعون منش در تهران دستور بده که از یک روستای گمنامی در بلوچستان یکی از علما رو که به گناه اینی که روی منبر گفته که آقایون ظلم نکنید، آقایون ملت رو تو خیابونه ها ملت بی گناه رو نکشید، این آقای فضل الرحمن کوهی رو میگیرن میبرنش زندانش میکنن تا وقت انتخابات، انتخابات که بشه میگه آقا این طعمه خوبی هست برای گول زدن مردمی که مثلا زود خر میشن، چه کارش میکنیم؟ آقا 2 میلیارد تومان یعنی چی؟ یعنی حداقل 100-200 نفر بلوچ جمع میشن خونه و زندگیشون رو میذارن که این آقا بیاد بذارنش بیاد مرخصی، نه اینی که مثلا دادگاهی بشه، نه اینی که مثلا بیاد به اصطلاح محاسبه بشه، بیاد به اصطلاح قضیهش روشن بشه، پروندهش روشن بشه. عزیز دل بفرمایید، در خدمت شما هستم. سلام و درود بر شما. سلام عزیزم. عزیز جان یه سوال از شما، شمایی که به اصطلاح بزرگواری کردید و با ما تماس گرفتید، اگر همین سران مملکت ما رو بذاریم به اصطلاح کشور فرانسه یا آلمان یا آمریکا رو بدیم دست اینا، فکر میکنید بعد از یک سال چه خواهیم داشت؟ بله عزیزم، بله بفرما عزیزم. ظاهرا عزیزمون صدای ما رو ندارن، در هر حال آیا فکر کردین که اگر ما مثلا بیاییم کشوری مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل مثلا آمریکا رو بدیم به دست سران ایران، آقای خامنه ای بشه مثلا رئیس جمهور فرانسه، مثلا این رئیسی و دم و دستگاه و ایناش بشن مثلا رئیس جمهور این کشورها، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بله عزیزم بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. سوال منو داشتید عزیزم؟ محمد آقا برادر، حالت خوبه؟ میگم که یک چند سوال داشتم خدمت شما، میخواستم اگر محبتتون توضیح بدید تفصیل کنی برام. خلاصه میکنم از ماه رجب و شعبان. بیاید عزیزم بیاید روی اصل بیاید روی اصل به اصطلاح موضوع. سوال خیلی واضح بود، اگر مثلا کشوری رو مثل فرانسه رو بدیم دست همین آخوندهای خودمون، بعد از یک سال چه نتیجه خواهیم گرفت؟ بله عزیزم. من درست عالم سلام پخش میشنوم. بله بله میشنوید. چرا میشنوید؟ بهوش فرمود جانم توی باقی بودم من. بله چرا به چه بعضی افتادن که دیگه سر و دست به صورت دست پاچه شدن که آقا این ملت داره با مشت سکوتش داره اینها رو نفله میکنه، تاریخ مصرفشون تموم شده، دزدی کردید. کسی که با ملت خودش در بیفته، کسی که بیاد جیرخار خارجی رو بیاره که ملت خودش رو بکشن، این تا کی میخواد دوام پیدا بکنه؟ هی پس حکایت کجاست؟ آیا مثلا ما مثلا مشکل در ملت ماست یا مشکل در همین سلطه حاکمه؟ اگر مشکل در این سلطه حاکمه هست، شما ملت تا که میخواید صبر بکنید؟ تا که میخواید ذلت و خاری رو قبول بکنید؟ وقتی اون رسیده که به ظالم بفهمونیم که دیگه ما زیر بارش نمیریم، دیگه ما به اصطلاح حاضر نیستیم که این ظلم و ستم رو تحمل بکنیم، اگر ما بخوایم مثلا کشوری رو مثل فرانسه و آلمان بدیم دست ولایت فقیه، شما فکر میکنید چه کارش خواهند کرد؟ ظرفیه ما میبینید که کشور شده افغانستان و ایران. چرا؟ چون که اینها زالوان. همین که اومدن اولین کاری که میکنن چه کار میکنن؟ همه ثروتهای کشور رو میدزدن و میدونن که یه روزی باید از اینجا طرد بشن، موقتیه، پس چه کار کنیم؟ این رو بدزدیم ببریم کشورهای دیگه، اونجا هم که میبرند سبحان الله
مال حرام هیچ وقت براشون غیر از آتیش نیست. این کشه پولی رو که از پیش ما میدزدن میبرن تو اروپا انبار میکنند یا میبرن توی حسابایشون مثلا تو آمریکا میذارن. بعد از مدتی میبینه آمریکا میگه آقا ما بانک های ما افلاس شد، پولش رفت، آقا اینها اینجا هستند، اینها به خاطر نمیدونم چی حسابشون بسته شد. یا حد اکثرش اینی که مثلا بعد از مدتی که مثلا اینا فرار میکنن اونجا میرن، یک مثلا یک برنامه براشون میدوزند که آقا این همه پول رو شما از کجا آوردید. و به هر حال هر صورتی این پول رو از دستشون در خواهند آورد. ببینیم که اگر همون آقا نباشه. بله بفرما عزیزم. سلام خسته نباشی قربان. بله قربان. میگم اگه محبت کنی شماره بده، میخواستم خصوصی صحبت کنم. باشه. چشم چشم. بعد از برنامه تلفن کنید. به سلام. بعد از برنامه در خدمت شما هستم. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. قربان شما، می‌خواستم یه آقا صحبت کنیم. بله، بفرمایید. بله، بعد از برنامه در برنامه. حالا که صحبت ما صحبت میشه؟ نه. بله، این شما رو به یاد چی میندازه؟ به یاد همین چرندبازی‌ها و دلغک‌بازی‌های رئیسی که توی به اصطلاح مناظرات میان سوال ازش میپرسند، از شرق میپرسند، طرف میره تو باطلاقای غرب خودش رو به اصطلاح خالی میکنه. چرا؟ به چه وضعی اینا افتادن؟ دست پاچه شدن، دست و پاشون رو گم کردن. چرا؟ این همه ظلم. نتیجه این دیوونگی که در اینها میبینید، این نمیدونم بی برنامگی و بی بصیرتی که میبینید، یعنی الان اینها شدن اضحوکه، شدن مضحکه تمام عالم و آدم. به خاطر چی؟ به خاطر این همه ظلمی که کردن. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. خداوند متعال راه رو به ظالمان نشون نمیده. یعنی چی؟ یعنی چشمهاشون کور میشه، چشمهای بصر و بصیرتشون رو از دست میدن. هر روز میبینید که میخوان چیزی رو درست بکنن، بدترش میکنن. چرا؟ تو این همه خون، این همه آه، این همه لعن و نفرینی که روزانه گلاویز اینها میشه، این همه بیچاره هایی که توی زندان ها هستن. یعنی ببینید مثالی که میزدیم، مثال مولانا کوهی، یک انسان بیگناه رو میگیرن، میبرن اسیرش میکنن، یعنی گروگانش گرفتن. بعد میان ایام انتخابات هست، به بلوچ هایی که به صلاح عاشق این فرد هستن، به کل اهل سنتی که 30% از جمعیت رو تشکیل میدن، میگن آه این گروگانه ها، رأی میدید یا نمیدید؟ 2 میلیارد بیادید اینجا بذارید، این گروگانه رو ببرید برای اینی که از نزدیک ببینیدش سالم هست، یه چکش بکنین که هنوز زنده است، و بعد از انتخابات ما میدینیم با شما. اگر توی میدان اومدید همتون، شاید مثلا این به جای اعدام میکنیمش زندان مادام العمر. اگر نه توی انتخابات نیومدید دیگه این گروگانه رو ما گردن میزنیم. این وضعیت به صلاح این آقایون هست. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. سلام علیکم نازنین دادا. عزیز بزرگوار یک سوال از شما که وقتمون بسیار تنگ است. آقای عبدالجلیل، به نظر شما اگر ما بیاییم یک کشوری مثل آلمان رو مثلا بدیم دست عزیزانمون از که اینجا به صورت دارن کشور ما رو اداره میکنن، همین مدیریت رو بذاریم روی کشور آلمان، بعد از یک ماه چه نتیجه شما توقع دارین؟ جور در نمیاد. چرا جور در نمیاد؟ ادام میاد جناب دکتر. بله بله صورت رو دارم. چون ساختار وجودی ما با اونا فرق میکنه. یعنی ما مادامی که ساختارمون جان. یعنی ما برده این مثلا اون ملت ها آزاده اند یا چی؟ وجودی ما چی هست؟ اونا شاخ دارن ما نداریم؟ وجودی ما اینه که من خودم رو نجات بدم، کاری با همسایه نداشته باشم، نیروی انتظام دختره رو میزنه، من شجاع باشم فقط فیلمش رو بردارم. آفرین آفرین، توجه فرمودید. زنده باد زنده باد. ما با کسی بغل دستی کار نداریم، ما خیال میکنیم خودمون رو نجات بدیم رستمیم.
آفرین، شما رو واقعا بری کرده. واقعا واقعا دست گذاشتید روی زخم، واقعا. یعنی ما قربونت هویت، بدم، هویت خودمون رو ضایع نه کردیم، انسانیت خودمون رو ضایع مرگ کردیم. حق است، منتها واسه همسایه، نه واسه ما. آفرین. قربونت بدم، اصحاب رسول الله مثل یه سلام. دست بودن، پنجه یه دست بودن، کوتاه بلند کلوف نازد داشتن، ولی یه دست بودن. چرا به اصحاب اینا فوش میدن؟ چون نمیخوام ما مثل اونا باشیم. اگر باشیم آلمان سیری چنده دنیا رو فتح میکنیم. السلام علیکم و رحمت. بسیار بسیار لطف کردید عزیز بزرگوارمون، واقعا نمک پاشیدید روی زخم و اصل موضوع رو به اصطلاح باز کردید. ما هر چی میکشیم از همینه که ما رو از هم جدا کردن. ما یک تن واحد هستیم، یک ملت واحد. هویتمون ما رو اینجوری ساخته. خداوند متعال ما رو اینجوری میخواد که همه امت واحد باشند، همه درد دیگران رو احساس بکنند. وقتی که یک عزیزیمون در گوشه ای از این کشور مورد ظلم و ستم واقع میشه و ما تماشا میکنیم، وقتی که شما همه میبینید که نیروی انتظامی میاد یه خانومی رو میزننش تو خیابون، بقیه چی؟ بقیه همینجور هر هر نشستن تماشا میکنن و بهترین و عاقلترینش همونی که مثلا فیلم میگیره. بابا این نیروی انتظامی چند نفرن؟ شما 200 نفرید، اینا 4 نفرن، دارن یه خواهر از خواهرای شما رو میزنن، ناموس شما رو دارن به این صورت بهش اهانت میکنن، یک بچه یتیمی رو، یک بچه نمیدونم بیچاره رو تو خیابون میزنن. سکوت شما چه هست؟ چو بینی که نابینا هوچا هست، گر خاموش بنشینی گناه هست. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. حسنا باشی قربان. سلام و درود بر شما عزیز جان. در کشورهای دیگه وقتی که یک حاکمی، یک به اصطلاح رئیس جمهوری، کسی پا از دستش خطا میره، ملت میشورند، میخوان که اون باید محاسبه بشه، این پول رو از کجا آورده، این کار رو چرا کرده، این ظلم رو چرا کرده. چرا ما همچین کاری رو با مسئولین خودمون نمی کنیم؟ آقای عزیز شما اول به من بفرمایید چرا جواب کسی را که نمیتونی بلد نیستی بدی با انگوش کوچیک کرد تلفن مردم رو قطع میکنید شما؟ بله بله بله، اگر شما هم به صلاح وراجی بکنید و شما هم بشید تریبون نظام. عزیز من، عزیز من، عزیز من، همه رسانه های دولت دست شماست، همه احتکار کردید، عقل مردم رو میخواید احتکار بکنید، اینجا هم میخواید سمپاشی بکنید. نه خیر آقا، همچون اجازه ای به شما داده نشه. بسه بسه دیگه، وقت دم شما الان دم دست مردمه که شما رو همچنین بچرخونن بندازن توی سطل آشغالی. تموم شد ماجرا دیگه، این همه گول زدن، این همه مکر و حیله تموم شد. ملت دارن به هویت خودشون برمیگردن. هویت ما اتحاد هست. ما وقتی که با هم باشیم، چرا تمام سیستم های ظالم و ستمگر تلاش دارن ملت رو از هم بپاشن؟ یعنی فرعون که فرعون هست، چیکار قرآن چطور وصفش میکنه؟ ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. فرعون تکبر و غرور و مستی به خودش گرفت و ادعای خدایی کرد و ملت رو پارچه پارچه کرد. وقتی ملت رو پارچه پارچه کرد، به جون هم انداخت، اون وقتی که به اصطلاح موفق شد. الان که به اصطلاح شما میبینید شورای شهرات تو به اصطلاح مناطق ما چه هست، یعنی آقا قبیله ها رو به جون هم انداختن، خانواده ها رو به جون هم انداختن که شو به اصطلاح شورای شهر از ما باشه، از ما باشه. در مقابل شما چه هستید؟ یعنی این میخواد که مترسک بشه توی چی؟ توی یک سیستمی که یک سیستم بردگی است. ملت رو به جون هم میندازن، ملتی هم که گول میخورن حسابشون پاک هست دیگه. بعد دیگه این فرعون میاد و بچه های همینا رو میکشه. اینهایی که کشته میشن کیان؟ اینهایی که تو زندان ها هستن کیان؟ اینا همشون برادرها و خواهرای من و تو هستن، همشون عزیزان من و تو هستن. از بس که ما ظلم رو قبول کردیم، در شرع الله 2 نفر مجرمن، جنایتکار هستن. یکی کی؟ یکی ظالم. چرا؟ چون که ظلم میکنه، خب واضح هست. یکی دیگه چی؟ مستضعف، اونی که ظلم رو قبول میکنه، سرش رو پایین میکنه، از ما کاری دستی و از دست من کاری بر نمیاد. بابا برادر تو کشتن، از دست تو کاری بر نمیاد، چون تو رو زنده ای. ناموست رو خیانت کردن، چرا زنده ای؟ حقت رو باید بگیری. جواب مشت با مشت هست. اینا وقتی که میاند خداوند متعال هم
بازخواستشون میکنه، میگن چی؟ کنا مستضعفین فی الارض. فرشته ها دستور داده میشه اینا رو به جهنم بندازن، بهشون میگن، داد میزنن رو سرشون، چی که ما ضعیف بودیم، کاری از دست ما بر نمی اومد. اولم تکن ارض الله واسعه، لم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. حد اکثرش اینه که میتونستی خود تو از این مهلکه نجات بدی. پس عزیزان، انسجام اجتماعی خودمون رو داشته باشیم. در برنامه‌های پیش روی این بسیار تاکید کردیم که چطور اسلام روابط اجتماعی رو، روابط خانوادگی رو، روابط قبیله‌ای رو، روابط همسایگی رو، همونطور که عزیزمون اشاره کردن، انسجام اجتماعی داشته باشیم، مشت کوبنده باشیم، همه با هم حرکت بکنیم، نگذاریم که یک طاغوت ستمگری بیاد ما رو تکه پاره بکنه و به اصطلاح تیکه و پارامون بکنه بعد از اینی که از هم جدامون کرد. جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم نکنیم، همه مظلوم هستیم، همه باید این ظلم رو از سر خودمون دور کنیم. تا دیدار دیگر، همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم. الله شما رو یار باد و یاور.